سلام خدمت همه شما عزیزان، امیدوارم که تنتون سالم و دلتون شاد باشه. با آموزش شیرینی شاهپسند در خدمتتون هستم که میخوام این شیرینی رو بدون همزن برقی و بدون فر آموزش بدم. یه شیرینی بسیار خوشمزه و شکیل هست و به راحتی هم آماده میشه، امیدوارم که بپسندید. برای شروع کار من روغن جامد به میزان 200 گرم رو ریختم توی این ظرف. الان پودر شکرم بهش اضافه میکنم. میزان پودر شکر هم 200 گرم هست و اینو چند دقیقه من با همزن دستی میزنم تا یک دست بشه و رنگش سفید بشه. خب دوستان ببینین به این شکل سفید رنگ شد. الان چیزی که اینجا من اضافه میکنم یه دونه زرده تخم مرغ هست. زرده تنها رو استفاده میکنم و دو قاشق سوپخوری هم پودر هل و باز اینا رو مخلوط میکنم. به چیز دیگه ای که نیاز داریم آرد سفید و آرد نخودچی هست که میزان هر کدوم 200 گرمه، یعنی 200 گرم آرد سفید و 200 گرم آرد نخودچی. خب اینجا دیگه من این همزن رو میذارم کنار. و این مخلوط آرد نخودچی و آرد سفید هست که علکش هم کردم. مخلوط این دوتاست. علک شده هم هستن. حالا اینو به تدریج و کم کم اضافه میکنم. بعد مخلوط میکنم. این شیرینی طعم همون شیرینی نخودچی رو میده با یه ظاهر متفاوت و شکیل‌تر. مخلوط میکنیم تا خمیرمون یک دست بشه. خب عزیزان شیرینی خمیر شیرینی شاهپسندمون تا این حد مخلوط شد. الان دیگه با دست اینو ورزش میدم. ببینیم
تقریبا منسجمه. یه نکته ای که این خمیر شیرینی شاه پسند داره اینه که الان ببینین طبق رسپی من این مقدار مواد رو بهتون گفتم، ولی این هنوز به صورت منسجم در نیامده. این خمیر نیاز به استراحت داره، از 1 ساعت تا 24 ساعت ما میتونیم استراحتش بدیم توی یخچال. اما هم توی این مرحله هم بعد از استراحت میتونیم بهش روغن اضافه کنیم، چون ببینید منسجم هست، اما ممکنه که برای اون گر کردن و حالت دادن این شیرینی شاه پسند اون انسجام رو نداشته باشه. الان من روغن اضافه نمی کنم، میذارم استراحتش رو انجام بده، بعد اگر نیاز شد به خمیر شاه پسندمون من روغن جامد رو یکم اضافه می کنم. الان اینو توی کیسه فریزر میذارم و خمیر رو توی یخچال استراحت میدم چند ساعت تا بعد که درش بیارم و با هم دیگه درستش کنیم. میگم شیرینی شاه پسند هم طعم لذیذی داره، مثل همون شیرینی نخودچی هست، هم شکل زیبایی داره. و اینجا هم دیدید که من بدون همزن برقی اینو انجام دادم و بعدش هم که توی تابه میخوام درستش کنم که نیازی به فر هم نداشته باشه، که همه عزیزان بتونن به راحتی این شیرینی شکل رو درستش کنن. خمیرتون هم به این شکل صاف کنیم توی کیسه فریزر. خب خمیر شیرینی شاه پسند رو میرم میذارم توی یخچال تا چند ساعت برای خودش استراحت کنه، بعد درش میارم و با همدیگه ادامه کار رو میبینیم. دوستان نزدیک 8 ساعت گذشته که من این خمیر رو گذاشتم توی یخچال، الان انتقالش میدم توی این کاسه. با دستم یه مقدار لرز میدم یه الان یه مقدار منسجم هست، اما ببینم توی دستم هم به همین شکل میمونه نه. خب حالا اینجا کاری که میکنم یه مقدار روغن جامد رو اضافه میکنم و باز این خمیر رو ورز میدم. بازم امتحان میکنم ببینم که توی دستم شکل میگیره. خب دیگه خوب شد.
حالا از این خمیر یه مقدار بر میدارم، توی دستم گرد میکنم، به این شکل، و توی ماهیتابه که کاغذ روغنی نسوز رو گذاشتم قرار میدم. اجاق گازم، شعله گاز رو روشن کردم، شعله پخش کنم روش قرار دادم تا بعد این ماهیتابه رو منتقل کنم روی اون. یه مقدارم با فاصله قرارش میدم. تمام این ماهیتابه رو به این شکل پر میکنم از خمیر شیرینی شاه پسند و به مدت 20 تا 25 دقیقه باید بذارم روی حرارت تا پخته بشه. البته یه دمکنی هم به این شکل روی در ماهیتابه قرار میدم که بعد به این شکل اینو روش میذارم و روی شعله گاز که روش شعله پخش کن قرار دادم میذارم به مدت 20 تا 25 دقیقه تا زیر شیرینی یه مقدار تغییر رنگ بده و وقتی هم که اینا پختن گازو خاموش میکنم، اما وقتی که شیرینی همون گرم هست از ماهیتابه جدا نمی کنم، میذارم خوب خنک شد، بعد از توی ماهیتابه درشون میارم و سری بعدی رو قرار میدم و یه قسمت دیگه هم داره برای تزیین روی این شیرینی که اونو هم میرسم خدمتتون و نشون میدم. دوستای عزیزم، شیرینی های شاپسند ما پخته شدن. همونجور که بهتون گفتم فقط کافیه که زیر شیرینی های مقدار تغییر رنگ بده، بعدش هم میذاریم خوب خنک بشه، اون موقع از ماهیتابه جداشون میکنید. من چند سری اینا رو پختم. حالا اینجا این پودر بادومه، این پودر پسته است، این پودر نارگیل و پودر نارگیل سبز و زرد. حالا یه مقدارم من شکلات تلخ رو بنماری کردم، روغن مایه هم بهش اضافه کردم تا به این شکل روون بشه. الان این شیرینی های شاپسند رو یکی یکی توی این شکلات میزنم و توی مثلا پودر نارگیل میزنم، به این شکل شیرینی های ما به این شکل آماده میشه. دوباره اینو شکلات میزنم. این دفعه مثلا توی پودر بادام. به همین شکل همه شیرینی ها رو به این صورت من توی شکلات میزنم و توی هر کدوم از این مغز ها و پودر نارگیل قرار میدم. شیرینی شاپسند ما به این صورت آماده میشه. ببین که درست کردنش نه نیازی به همزن برقی داشت، نه نیاز به فر داشت و راحت هم درست میشه. امیدوارم از این آموزشم بهره کافی رو ببرید و درست کنید و لذت ببرید. من اینا رو تزیین میکنم و توی این ظرف قرار میدم که در آخر ببینید همه اینا رو. تا آموزش دیگه، خدا یارو نگهدارتون.